بازم جون چی شده؟ من میخوام یادم گریه نکن دختر جون گریه نکن بابا جایی نرفته که رفته آلمان پولاش از شریکش بگیره و بیاد که اونم پرش رفته و کمش مونده دیگه همین روزا با دست پر برمیگرده پیش دخترم حالا تو باید عاقل باشه و این چند روزه رو صبر کن آخه من خواب بعدی دیدم چه خوابی؟ خواب دیدم خونمون آتیش گرفته بابام داره تو آتیش میسوزه میترسم بلای سرش من نه دخترم فکرتو ناراحت نکن به امید خدا تا یه هفته دیگه بابات برمیگرده پیش تو یه عالمم عروسک و اسباب بازی برات میاره میشه از فردا بریم خونه خودمون همونجا بمونیم تو بابام برگرده متاسفم مادر جان نمیشه چون بابات قبل از رفتنش خونه رو فروخت داد دست طلبکارا اما خب انشالله وقتی برگرده یه خونه خوشگل مامانی برات میخره حالا دیگه بیگه بخواب میترسم این بیخوابی های شبا ضعیفت کنه بخواب یادش رو بخواب دخترم خب قربونه قدش برم بیا اینم عروسک موزشو برم یا که گاومون زاییده چطور مگه چی شده؟ آقا خودکشی کرده چی؟ بابای آذر آره جونم چطور ممکنه همچی کاری کرده باشه؟ من که باورم نمیشه روزنامه اطلاعات نوشته زن چی رو باورت نمیشه؟ این آشینم عکس و تفصیلاتش بیا نگاه کن لا ننوشته علت خودکشی چی بوده؟ چرا اونم نوشته؟ خب بخون ببینم نوشته چون مدتی بود شریک آلمانیش از دادن پول و صورت حساب خودداری میکرد باشد رفت آلمان که ببینه جریان چیه و چون نتونست پیداش کنه و از هستی ساقط شده بود دست به خودکشی زد خیلی خوب حالا که این کارو کرده همین الان بچه رو ور میداری میبری تحویل یکی از قوم خیشاش میدی و برمیگردی قوم و خیشاش کجا بودن زن؟ همه کس و کارش پارسال تو تصادف اتومبیل از بین رفتن اگه کسی رو داشت که باباش نمیذاشتش پیش ما ببین آقا جون تو برای یه مرد کار میکردی شوفری میکردی ماز میگرفتی حالا اون مرد خودکشی کرده تو هیچ اجباری نداری که بچهش نگهداری کنی اگه اون بچهش دوست داشت که خودکشی نمیکرد به هر حال چهار روز دیگه این باید بره مدرسه کیف میخواد کتاب میخواد پیرهن میخواد کفش میخواد تو که نمیتونی جواب این حرفا رو بدی پس تا زوده ردش کن بره بله همین کارم میکنم اما نه همین امروز باید سر فرصت یه فکری براش بکنم اصلا ممکنه بذاریمش یتیم خونه و چون واقعا یتیمه خیلی راحت قبولش میکنم ولی تا این کار عملی بشه میتونی همینجا نگرش داری که روزا تو کار خونه کمکت کنه Yeah.
کسی اگه ننم بفهمه تو رو میکشه. تو رو خدا بهش نگو. نگم دیه من میشه ننم وقتی از همون برگرده خودش میشه نفهمه. اگرم نفهمه خودم بهش میگم. میدونی من به خاطر تو چقدر کتک خوردم؟ اگه به ننم نگفتم میخ تو چشات نکفتم. حالا میبینی هر که دلت بخواد میتونی بکنی، چون من دیگه هیچکی رو ندارم. من کاری نمی کنم، ننم سر تو میباره. به 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 خانم. ببینم کاری داشتی؟ بابا جون خونه است. آره بیا تو. بابا بابا بیا تو آذر جون. بابا ببین کی اومده. سلام. سلام آذر جون، قربون تو برم من. بیا بغل بابا ببینم. بیا بیا بابا جون، قربون تو برم من، ناز تو دختر رو برم. بشین بابا بشین. اینم بی تو بغلت. بیا خب بگو ببینم اینجا چی کار میکنی؟ چی شده بابا جون؟ واسه چی داری گریه میکنی؟ ببینم آقا جونت میدونه اومدی اینجا؟ من دیگه آقا جون ندارم بابا، اون خودکشی کرده. یعنی چی؟ مگه ناراحتی چیزی داشتی؟ آره شریکش پولاشو خورده بود. آقا جونم هم از ترس آبروش خودشو کشت. خدا رحمتش کنه، چه مرد نازنینی بود، چقدر به من محبت کرد. نزدیک عید که میشد تا برای من و پسرم لباس نمیخرید، امکان نداشت برای تو چیزی بخره، حتی یه چیزی بی اهمیت. همیشه میگفت اول بچه فراش مدرسه، بعد بچه خودم. خب ببینم تو حالا خونه رو همینجوری ول کردی اومدی اینجا؟ آقا جونم وقتی میخواست بره آلمان خونه رو فروخت و پولش رو داد به طلبکارا. دیگه ما خونه نداری. از تو غربت خودشو کشت. خب ببینم این چند وقته رو کجا بودی؟ خونه شوفر آقا جونم. اما اونا وقتی فهمیدن آقا جونم خودکشی کرده، منو اذیت میکردن. پس حالا اومدی که پیش بابا جون بمونی؟ آره، آخه من دیگه هیچکی رو ندارم. خوب کاری کردی دخترم، پدر تو خیلی بیشتر از اینا به گردن من حق داشت. اینجا رو مثل خونه خودت بدم. خدایا گرچه من سالها بود آرزوی یه دختر داشتم، اما دلم نمیخواست به این صورت آرزوم برآورده بشه. اما خب به همین اتم شد، لابد مصلحت این بوده. خب مامو جون تو از امروز صاحب یه آبجی شدی، دلم میخواد حسابی ازش مواظبت کنی. چشم مامو جون. خب به اما اگه اجازه ای داداش حق نهی رو پاش از خونه بده بیرونا. خاطر جمع باشه داداش، اصلا من جایی رو ندارم که برم. خب بابا جون اینجا ریختی پاشید، از اجازه بدین تمیزش کنم. نه دختر خوشگلم، تو خانوم این خونه ای، باید بیشینی و فقط دستور بدی جانم. من کار خونه رو دوست دارم بابا جون. خجالت بگه کچل، میبینی چطور چسبیده به کار؟ یاد بگی باریکله باریکله. بله آقا، چه فرمایشی داشت؟ معذرت میخوام، شما اینجا دختر خانومی به نام آذر سلیمی دارین که پدرش خودکشی کرده باشه؟ بله، چطور مگه؟ والا تا اونجا که من اطلاع دارم، مرحوم سلیمی قبل از خودکشی از دست شریک آلمانیش به پلیس ایران و پلیس بین‌المللی شکایت کرده بود که چند میلیون تومان پولشو برداشته فرار کرده.
هفته پیش پلیس اون شخص رو دستگیر کرده و 5,000,000 تومان از طلب شاکی رو پس گرفته. حالا این پول تو اداره سرپرستیه که قانوناً به تنها دخترش آذر سلیمی میرسه. سلیمی اینجور وصیت کرده بود که هرچی داره به دخترش برسه. نه خیر آقا، وصیتی تو کار نبوده، قانون اینجور میگه. به هر حال فردا بچه رو با 6 تا عکس و شناسنامش بیارین اداره سرپرستی که یک تشریفاتی داره انجام بشه. باشه میارمش. خدافظ. به سلامت آقا، خوش اومدی. شنیدی چی گفتن؟ بله، شنفتم. خدا بگم چی کارت کنه؟ اگه دختره رو از اینجا فراریش نداده بودی، فردا سرپرستی دختره و 5,000,000 تومان ارسیتشو به ما میدادن. تقصیر من چه مرد؟ این تخم جن فراریش داده. آخه خاک تو اون سرت کنن. یه پارچه ناقابل ارزشی داشت که دختر بیگناه ترسوندی و از خونه فراریش دادی؟ آخه من که چیزی بهش نگفتم، فقط گفتم اگه مادرم بفهمه سرتو میباره. آخ که من این بی پدر مادر رو میکشم که خیال راحت بشه. ببینم حالا با کتک زدن این که کار درست نمیشه. عوض این حرفا بیا بشینیم یه فکری بکنیم. مثلا چه فکری خانوم؟ ببین، ما میتونیم یه دختر بچه پیدا کنیم، با شناسنامه آذر ببریمش اداره سرپرست. آره بعدم نگفتی. اما شناسنامه آذر تو ساکش بوده، وقتی میخواسته بره ساکشم با خودش برده. وای داد بیداد، آخه سالیل مرده. چرا گذاشته ساکشو با خودش ببره؟ حالا دیدی زن این مستحق کتک بابا غذا رو بکشم. آره دختر جان. معذرت میخوام خانم، شما فردا حتما حرکت میکنی؟ آره چطور مگه؟ گفتم اگه صبح خیلی زود را میفتین برای تو راهتون، از حالا فکر یه کتلتی چیزی باشم که مجبور نشین تو قهوه خونه های وسط را نهار بخوری. فکر میکنی ما چه ساعتی حرکت میکنی؟ حدود ظهر. پس تا فردا ظهر وقت داری. باش. من امروز نهار میرم پیش بابام، شما میای یا خودم تنها برم؟ نه با همیری، با من کاری نداری. نه کاری ندارم. پس یا علی بیش خوشم نایم. چرا؟ بابا سلام پیشکش شد، اقلن جواب سلام بابا رو درست حسابی میدادی. آخه ناسلامتی اون صاحب کار ما. ازش خوشم نمیاد، چی کار کنم؟ جواب سلام چه ربطی به خوش اومدن و خوش نیمدن داره؟ مستقیم نریا، از خیابون سمت راستی بریم، این بر منظرش بهتره، محیطش باصفاتره، آدم خوشش میاد. آخه هر وقت این بر میریم پنچر میکنیم همزی. وها همش یه روز پنچر کردی داداش، یه روز که 1,000 روز نمیشه. جون من از این بر بریم، جون من. باشه میریم، اما یه روز پنچر نکردیم آبجی خوشگله. همه روزهای که این بر رفتیم پنچر کردیم. Thank you.
شدی آبجی؟ نه گفتم این خیابون نریم. تقصیر خیابون چیه؟ لاستیکات خرابه. باشه شما دارت میگی. آره. سلام بابا جون. سلام دختر قشنگم. خب چطور امروز این ورا؟ خانم اینا رفتن مسافرت، یه ما دیگه برمیگردن. من دیگه هر روز میام اینجا. تنها اومدی بابا؟ نه با داداش اومدم، داره ماشینشو پارک میکنه، اونو هاش داره میاد. سلام بابا. علیکم سلام. لابد خیلی هم گشنتون ها. آره دارن از گشنگی تو دلم رخ میشورن. آخه چیزی برای نهار درست نکردم. خب عیبی نداره، میرم کبابی چیزی میگیرم برمی دارم میارم. نه اگه نیم ساعت صبر کنین من براتون غذایی درست میکنم که انگشتتونم بلیفتی. تو نیم ساعت ببینم و تعریف کنیم. خدا به دادم برسه. ممکنه خواهش کنم امروزم از این ور بریم؟ باشه باشه میری، اما یه شرط داره. چه شرطی؟ کیفتو بکن، کیفتو بکن. کیفمو؟ آره آبجی بازش کن. آخه چیز میز زنونه توشه. به نده، چیز میز مردونه توشه. دست بکش اینا. اونی که من میخوام اینجاست. این آشش جبه میخ. خب حالا شد یه کریم آبجی. باشه داداش، اما اینو بدون که ظلم پایدار نمیمونه. ولی لازدگ همه جوره پایدار میمونه. لا اله الا الله. نخه باز پنچری. بازم که شما پنچر کردی؟ آره انگار تو این خیابون میخ میکارم. ولی بدبختی که زاپاس نداریم. زاپاستون کجاست؟ دادم پنچریشی بگیرم. راننده من اینجاست، اگه دوست داشته باشین نشونی پنچرگیری رو بدیم بره لاستیکتون رو بگیره بیاره. هرچند مزاحمتون میشم اما مثل این که جز این راهی نداریم. خواهش میکنم چه مزاحمتی. محسن بیا. بله آقا. اون تا بره بیاد یه ساعت و نیم طول میکشه. اگه برای گرسنگیت میگی میتونیم بریم این دور برای یه چیزی بخوریم. اتفاقا من صبح به بابا گفتم ممکنه امروز نهار نیاد. خب حالا این شد یه چیزی. کاری داشتین آقا؟ نره ریچلو، با ماشین من میری لاستیک آقا رو میگیری میاری عوض. باشه کجا باس برم؟ خودشون آدرسشو میگن. از سر چاره باستان یه پنچرگیریه. بگو محمود گفت به اون نشونی که دیشب ماشین تو معامله کردم لاستیک من. باشه همین الان میاد. ببخشید این دوره برای چلو کبابی خوبی هست؟ آره پشت همین ساختمان یه رستورانه که غذاش خیلی خوبه. منم الان داشتم میرفتم اونجا که نهار بخورم. میتونیم به اتفاق بریم اونجا؟ خواهش میکنم بفرمایید. شما بفرمایید. نه شما بفرمایید. خواهش میکنم. از این ور. ببخشید چلو کبابی ها تا ساعت چند باز باز باشن؟ تا یک و نیم بعد از ظهر. حالا یه رو وقت بفرمایید. بفرمایید چلو کباب با پیاز خیلی خوب میشه. بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بفرمایید. بای جزش. میتونم خواهش کنم تشریف بیارین سر میز من؟ نه ما به اندازه کافی مزاحمتون شدیم. اختیار داری شما تشریف بیارین اینجا. اصرار دیگه بیشتر از این نمیشه. اومده خوش آمدین. یا الله. با اجازه خواهش کنم. گارسو ببخشید. چی میل داری؟ ست سلطانی با کوبیده اضافه. معذرت بخوام چند دقیقه پیش صحبت معامله ماشین بود. شما بونگا داری؟ نه تو یه بونگایی کار میکنم. اگه یه وقت کاری چیزی داشتین میتونم براتون انجام بدم. بونگای جردونه. ها ممکنه ماشینمو بیارم اونجا بذارم که برام بفروشی. تصادفیه؟ آره متاسفانه. راستش صبح با یکی تصادف کردم که دست بر قضا بیمم نبود. بهش گفتم آقا جون شماره تلفن من 312-975. شما برو هر تعمیرگاهی که دلت میخواد ماشین تعمیر کن به من زنگ بزن من یه پولش میدم. 312-975. حتی بهش گفتم اگه وقت بابام گوشی رو برداشت هول نشو بگو با امیر کار دارم. نوشتی؟ چیه داداش دستم درد گرفت. چرا همچی میکنی؟ چی میخوام ببینم درست نوشتی یا نه.
راستش من همون روز اولی که ماشینم جلوی ساختمون پنچر شد فهمیدم که تو هم پنچر شدی، اما برود نیبردم. گفتم شاید جوونک عکس العمل نشون نده و تو هم فراموشش کنی، ولی امروز که ماشینمو اون پنچر کرد، بعدم تو چلو کبابی شماره تلفن به تو رد کرد، فهمیدم که دیگه کار بیخ بیده کرده. درست فهمیدم یا نه؟ والا نمیدونم چی بگم. میدونی آبجی، در این که تو بالاخره یه روزی باز عروسی بکنی و بری سر خونه بختت حرفی نیست، اما این جوونی رو که برای همسرین انتخاب کردی لقمه تو نیست. وضع زندگی اونا با زندگی ما خیلی فرق داره. تو باز تا بیشتر از اینا آلودش نشدی خودت رو بکشی کنار، چاره ای هم جزی نداری. راستش من فکر میکردم وقتی یه پسر و دختر واقعا همدیگر رو دوست داشته باشن، اگه فاصله ای هم از نظر وضع زندگی بین اونا باشه، عشقشون اون فاصله رو پر میکنه. اما حالا که تو خلفی چشم، سعی میکنم فراموشش کنم. اشتباه میکنی آبجی، من مخالف نیستم، اما وقتی میبینم طرف از خانواده ایه که پولشون از پارو بالا میره و حسابشو ندارن، یه ساختمون نیمه کارشون اقلا 4-5 میلیون تومن میارزه، خب نمیتونم خودم گول بزنم. گفتم فراموشش میکنم داداش، دیگه تمومش کن. چشم، تمومش میکنم. فراموشش کنم چی؟ این جوونی که برای همسرت انتخاب کردی لقمه تو نیست، وضع زندگی اونا با زندگی ما خیلی فرق داره. بهش گفتم شماره تلفن من 312-975 به من زنگ بزن، به من زنگ بزن، به من زنگ بزن. الو، معذرت میخوام، شماره اونجا 312-975. درست گرفتین خانم، ولش نکنین که پشیمون میشین. من همونیم که دیروز زور تو چلو کبابی با هم برخورد داشتیم. بله شناختم. بهتره عوض این حرفا بفرمایین که کجا باز خدمتتون برسم. خونتون اینجاست؟ آره، بیا توی گلوی تازه کن. نه، من کار دارم، باید برم. به بابات سلام برسون و بگو عصر پنجشنبه خونه باشه، ما میام خواستگاری. چی گفتی؟ هیچی عزیزم، هیچی.
گفتم یه خواستگاری، مگه ما نباید عروسی کنیم؟ خب دیگه، من رفتم، خدا حافظ تا پنج شنبه. سلام داداش. چیه؟ چی شده؟ چرا ناراحتی؟ نیم ساعت پیش امیر منو در خونمون پیاده کرد. موقع خدافظی یهو گفت ما پس فردا میایم خواستگاری تو. حالا موندم که چیکار کنم؟ لابد بهش گفتی خونتون اونجا سره؟ آره، من که نمیدونستم به این زودی میخواد بیاد خواستگاری. غافلگیرم کرد. اگه بیان اونجا بفهمن تو دختر صاحبخونه نیستی و داری اونجا کار میکنی که همه چی خراب میشه دختر. آره، وحشت منم از همینه. نمیدونم چه خاکی به سرم بریسم. البته من میخواستم یه روز همه چیزو بهش بگم، ولی فرصت نشد. ساعت دفعه بهت گفتم آذر جون، دور این جوانو خیت بکش، فراموشش کن، برو دنبال زندگیت. گوش به حرفم ندی تا کارو به اینجا رسوندی. ببینم، صابخونه چه خارج میاد؟ یه هفته دیگه. خیلی خوب، برو خونه، من یه کاریش میکنم. این یکی همه بشه، من میشه جلو بشه. این اوی سمساره شده بابا، این صاحب مرده گوشده که هرچی لباس داره همینجوره. این تنگه، یکی تنگه، یکی گوشده. تو دیگه پیر شدی، گوشاد باشه طوری نیست، تنگ باشه. داداش یه خورده تونتر، سود باشین. نمیدونم چرا اینقدر دارم شور میزنی. خواستگار داره میاد دیگه، باید هم داره شور بزنه. گمونم اومدم، برو بشین سر جات، برو. داداشون اینجا رو مرتب کن. خیر. مشکرین کیه؟ خانم آقا از مسافرت برگشتن. بفرمی تو، رسیدم به خیر آقا. بلنشین، فرار کنی. مگه چی شده؟ خانم آقا برگشتن. حالا کجا فرار بکنی؟ این پوش از حیات خلبتی به جنبین دیگه. خوشی خونتر. کجا بریم؟ اینجا آخه برو بالا. شب شب برو آمد نفسی میدیم بیجو بیا سلام آقا. سلام دخترم. رسیدم به خیر. ممنونم دخترم. زنده باشی. خیلی خستم. سلام خانم. سلام آذر جون. بیا ببوسمت که یه ماه ندیدمت. سلام. خب ایشالله که سفر خوش گذشته باشه. نه عزیز جون، این مریض شد و مجبور شدیم چهار روز زودتر بیاییم. هیچ جا وطن آدم نمیشه. یه خورده خرت پرت با صدا بردم. ایشالله که میپسندیش. خیلی ممنون. کریم اون چمدونا رو بیار. برم درو وا کنم؟ نه، کریم وا میکنه. کریم کیه؟ خانم خواستگار اومده. خواستگار؟ برو دختر، برو لباسات عوض کن، چایی هم بیار. خواستگار اومده یعنی کیه؟ فکر میکنی کی اومده باشه خواستگاری؟ چه میدونم، بالاخره یکی هست دیگه.
بفرمین تو. سلام خانم. سلام از بنده هست. بفرمین. بفرمین. خواهش می‌کنم. سلام. یار دارین خوش اومدید. سلام. بفرمایید تو خواهش می‌کنم. ما هم الان در سریقه تو که شکی بفرمایید. 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 پس این عروس خانم کجاست؟ چرا نمیاد ما ببینیمش؟ آره خانم بگید بیاد، ما هنوز قیافه ایشونو ندیدیم. چشم، همین الان. عزیزم اگه چایی حاضره وردار بیار. هرچند ما نباید تعریفشو بکنیم، ولی انشالله این کار که صورت گرفت خودتون میبینین که چه جواهریه. حتما. خونه داریش، آشپزیش، کدبانویش حرف نداره. خب الحمدلله ما در سلیقه داداشمون شک نداریم. حالا ببینیم و تعریف کنیم. اومدم ماما. مرسی. بخیر. خب اینم دختر ما. البته پسر شما ماشالله هزار ماشالله خوبه، جوونه، با ادبه، اما میخوام بگم که شانس آورده که اومده سراغ دختر ما، چون که قربونش برم الان داره از خجالت آب میشه. من معذرت میخوام خانم، بگین اون یکی دخترتون بیا. ما جز این دیگه دختری نداریم. آره قربونش برم یکی دونه است، واسه همینم خواستگار زیاد داری. من منظورم آذر خانومه. آذر؟ و اون کلفت ماست. کلفت آقا ما رو با سلام و صلوات برمیداره میبره تو خونه مردم که یک کلفت رو براش خواستگاری کنیم. واقعا که مسخره است. حالا اگه خواستگارش میکردی مثلا چطور میشد؟ نمیدونم والا، اینو دیگه از مادرت بپرس، اون بهتر میتونه جوابتو بده. شما چی میگی مادر؟ عقیده شما چیه؟ دختره که از خجالت گذاشت فرار کرد. دیگه این حرفا چه معنی داره؟ چرا خودتو ناراحت میکنی؟ فراموشش کن، برو دنبال زندگی. اما من همون کلفت فرار کرده رو پیداش میکنم و باش عروسی میکنم. تو مثل این که به حیثیت خانوادگی ما اهمیتی نمیدی. نفهمیدم. اگه من با یه دختر از طبقه پایین عروسی کنم، حیثیت خانوادگی شما از بین میره؟ خب مسلمه که از بین میره جانم. اینو جدی میگی پدر؟ معلومه که جدی میگم، یعنی خودت این چیزا رو تشخیص نمیدی؟ خیلی خوب باشه. اگه اینجوره، من با اجازه از شما جدا میشم که وقتی عروسی کردم به حیثیت شما لطمه ای نخوره. خیلی خوب، جدا شو. اما اگه فکر میکنی چهار روز دیگه که بی پول شدی میتونی پیش دوستا و آشناهای من کاری برای خودت دست پا کنی، در اشتباهی. چون امکان نداره که بدون رضایت من کسی بهت کاری بده. شما مثل این که توی مملکت زندگی نمیکنی پدر. این روزنامه اطلاعات دیشبه. از 44 صفحه روزنامه 8 صفحهش آگهی استخدامه. من چه احتیاجی به دوستا و آشناهای شما دارم که به هم کار بدن یا ندن؟ بچه ها خداحافظ، مادر با اجازه، خداحافظ. چی رو خداحافظ؟ امیر بایستا ببینم، ببین امیر با تو هم بیشین سر جات. لوسش نکن. لوسش نکن کدومه؟ همه زندگی من همین یه پسره، اونم داره از ما جدا میشه میره. آخه کجا رو داره که بره؟ شرط میبندم که امشب از شبای دیگه زودتر بیاد خونه. مردشور شانس ما رو ببرن با این پسر درست کردنمون. یکی فرزندش میشه فرهاد مسعودی که وقتی حس میکنه پدر احتیاج به استراحت داره، اختیار کاراشو میگیره دستشو، با یک مدیریت صحیح تشکیلات وسیع روزنامه اطلاعاتو به پایه‌ای میرسونه که دنیایی رو به تحسین وامی داره. یکی هم فرزندش مثل ما بیخیال از آب در میاد که به خاطر یه دختری که معلوم نیست بابا و ننش کیه، به همه چی پشت پا میزنه و میره. اینجاست که آدم به شانس اعتقاد پیدا میکنه. تو هم همه چیزو بذار به حساب شانس. حالا دخترم کاری نباید بشه شده، با گریه کردن تو هیچ چیز عوض نمیشه. بفر چکر. سلام بابا جون. سلام بزنو، خوش اومدی، مشرف فرمونی. سلام عرض کردم آذر خانم. سلام، بفرمون. خیلی لطف فرمونید، من برم براتون یه چایی درست کنم و میبذارم.
من خیلی متاسفم که اون اتفاق افتاد. حالا اومدم بهت بگم صلاح ما در اینه که هر واقعی رخ داده فراموش کنیم و همه چیز از نو شروع کنیم. من میدونم دلیل اومدنت به اینجا چیه، اما اینو بدون که عشق به من نیرو میده، اما ترحم نابودم میکنه، منو از بین میبره. چی داری میگی؟ کی گفته من اومدم بهت ترحم کنم؟ تو اگه فکر میکنی چون پدر و مادرم فهمیدن که تو توی خونه کار میکردی ذره از عشق من نسبت به تو کم شده، سخت در اشتباهی. من با تمام وجودم دوست دارم. میگن قیمت یه تابلوی نقاشی بستگی داره به امضایی که پای اون تابلوست. این موضوع در مورد آدمام صدق میکنه. متاسفانه من امضای معتبری دنبالم نیست که ارزش منو نشون بده. ساده تر بگم دنیای من با دنیای شما فاصله زیادی داره. من از اون دنیا دیگه اومدم بیرون، اومدم پیش تو، اومدم که دوباره ازت تقاضای ازدواج کنم. اگه موافق باشی ما همینجا عروسی میکنیم و برای خودمون دنیای تازه‌ای میسازیم. یک هفته است که گذشته و رفته، بنابراین ازت میخوام بدون اینکه کسی بویی از قضا یا ببره بری سراغ دختره و به هر زبونی که شده راضیش کنی که از زندگی پسر من بره بیرون. برای انجام این کارم دستت کاملا بازه. اگه دختره حاضر نشد که کنار بکشه میتونی هر قد پول بخواد نقدم بهش بدی. آقا یکی اومده با شما کار داره. بگو تشریف بیارن تو. ایشونه. سلام قربان. سلام، فرمایشی داشتین؟ والا اومده بودم با کلفتتون کار داشتم. ایشون گفتن از اینجا رفته. با کلفت ما؟ آره، خواستم ببینم شما آدرس خونه‌شو دارین بهم بدین یا نه. والا خونه‌شون تو خیابون تانکابونه. باید برین اونجا بگین خونه بابا فراش یا آذر سلیمی رو میخوام، نشونتون میدم. چی فرمودین؟ آذر سلیمی؟ بله، آذر سلیمی. خاطر جمعی که خودشه. آره پسرم، اون مردی که من پیشش کار میکردم فامیلی سلیمی بوده، اسم دخترش هم آذره. خلاصه اگه این دختر همون آذری باشه که از خونه ما گذاشته رفته، 5,000,000 تومن پول تو اداره سرپرستی داره، خودش هم نمیدونه. خب حالا شما میگین من چی کار باید بکنم؟ ما باید بریم اونه واسه تو خواستگاری کنیم. بفرمین، بفرمین تو. سلام خانم. آخه خب خوش اومدی. وقتی تو گذاشتی رفتی خدا میدونه ما چقدر ناراحت شدیم و کجاها رو دنبالت گشت. شما همیشه به من لطف داشتی. خب دختر جون، تو وقتی از خونه ما رفتی درستو ادامه دادی یا نه؟ چرا، یه 10 کلاسی خوندم، اما دیگه متاسفانه فکرم برای درس خوندن حاضر نبود. رفتم دوره کمک کدبانویی دیدم. کمک کدبانویی دیگه چیه دختر جون؟ هرچی هست اونو از شما دارم، چون اون روزی که تو خونه خودتون جارو دادین دست من، غرور منو شکوندین، منو از دنیای خودم آوردین بیرون. به جون تو دختر جون، ما که نظری نداشتیم، دیدیم چون تو دختری خواستیم کار خونه یادت بدیم، و الا خودت هم میدونی که من تو رو مثل دختر خودم دوست دارم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش اومدیم، صفا آوردیم. اگه اشتباه نکرده باشم شما راننده بابای خدا بیامرز آذرجو بودی، درسته؟ بله درسته، خوب شناختیم. معذرت میخوام، چون تا یه شرط دیگه به امید خدا دخترم عروس میشه اجازه بدیم بره به کارش برسه. بنده خودم خدمتون هستم. پاش برو، پاش پاش، خودت حاضر کن، ممکنه الان امین خان بیا. با اجازه. برو دختر جون. سلام بابا. خبر بدی براتون دارم آقا. چی شده؟ امیرخان تا یه ساعت دیگه دختره رو عقدش میکنه. وای خدا مرگم بده، پسر من با یه کلفت عروسی میکنه. نگفتم این دختره بالاخره کار دست ما میده؟ حالا بی خودی ناراحت نباش، میریم جلو عروسیشونو میگیریم. را بیفت جز این چاره ای نداریم، زود باش. دوشیزه عاقله بالغه سرکار خانم آذر سلیمی، آیا به دایی وکالت می دهید که شما را با صداق 400,000 تومان وچه رایج مملکتی و یک جلد کلام الله مجید و یک شاخ نبات به عقد دائم آقای امیر هوشنگ الهی در بیاورم؟
دوشیزه عاقله بالغه سرکار خانم آذر سلیمی، آیا به دایی وکالت می دهید که شما را با صداق 400 هزار تومان وجه رایج مملکتی و یک جلد کلام الله مجید و یک شاخ نبات به عقد دائم آقای امیر هوشنگ الهی در بیاورم؟ دوشیزه عاقله بالغه سرکار خانم آذر سلیمی، آیا به دایی وکالت می دهید که شما را با صداق 400 هزار تومان وجه رایج مملکتی و یک جلد کلام الله مجید و یک شاخ نبات به عقد دائم آقای امیر هوشنگ الهی در بیاورم؟ بله. مبارک. بله. مبارک باشه. رابیو بریم خونه، مگه تو بی صاحبی که سر خود اومدی زن بگیری؟ چی داری میگی مادر؟ عقد تموم شده، خطبه رو خوندن، عروس بلرم گفته. بلری پسش میدیم، خطبرم پسش میدیم، مگه ما میذاریم تو با هر بی سر پای عروسی مادر کنی؟ مادر احترام سر جاش، اما این دیگه زن منه، من دوست ندارم کسی بهش توهین کنه. با حقش بود یه خبری به ما میدادی پسر. نه خیر، آقا سر خود شده اومده با یه کلفت عروسی کنه. این از اون فایده نداره، مامان با اینجور آدم ها بعد مثل خودشون رفتار کرد، ما باید عروسی رو به هم بزنیم. چرا به هم بزنیم خانم؟ بای بچه بازیه مهدیشون بیاریم، ما اینجا را شمده یا من طلاقش هده همین سادگی میخواییم به هم بزنیم. شما چی کاری؟ آقا ناخانم تو ما داداش هستی؟ من دختر آقا این آدم ها تو کوتاهی پسر جون، هر چی باشه اینا به ما وارد شدن، حالا که تو میخوای عروسی رو به هم بزنی، اینا که خودشون میخوان به هم بزنن، تو دیگه کمکی نکن. کوتاهی جانم، راستش من نسبتی با خانواده عروس ندارم، رابطه ما یه رابطه کاریه که با برادر عروس داریم، بنابراین اگه بگم این کارتون درست نیست، یه وقت فکر نکنین که من میخوام از اونا طرفداری کنم. چرا درست نیست؟ خب معلومه، برای اینکه عروس بله رو گفته زن و شوهر شدن، یعنی دیگه کار از کار گذشته. اما با همه این احوال اگه شما واقعا میخواین که این وصلت به هم بخوره، یه راه قانونی براش هست و من رو اصل علاقه‌ای که تو همین مدت کوتاه به شما پیدا کردم اون راهو بهتون نشون میدم. بفرمایید. این شماره تلفن منه. خدمتتون باشه، فردا یا پس فردا با من تماس بگیرین، بهتون میگم چیکار بکنیم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم، من این کارو وظیفه خودم میدونم. خب حالا بفرمایید تو. ولی دیگه سر صدا راه نندازین که کار بدتر بشه. بفرمایید. در ضمن جلوی عصبانیت خواهر و مامانتون هم بگیرین. این کار برای خانواده شما قشنگ نیست. اون روز که تو اتومبیل بهت گفتم که لوئینو بگیر نظر بره از ما سوا بشه، تو دیگه همچه روزی بود فهمیدی؟ میگم تو بیا، میگه تو بیا، یعنی عروسی پسر ما باید این باشه، اینقدر سوتوکو. عزیز من تو بیا، من یه چیزی بهت بگم بعد، والا این قشقرق بازی ها جز این که باعث آبروریزی بشه هیچ فایده ای نداره. یعنی میگی هیچی نگم تا یه دختر بی سر و پا پسر یکی یه دونه ما رو ضبط کنه؟ عزیزم تو چرا حرف سرت نمیشه؟ اینا دیگه رسما زن و شوهر شدن، موافق بودن یا نبودن ما چیزی رو عوض نمیکنه که. پس میگی چیکار کنم؟ یه پسری رو که 28 سال برای زحمت کشیدیم همینجور ول کنیم بریم؟ نه بابا، ما پسرمونی که ول نمیکنیم، اونو با زنش برمیداریم میبریم خونهمون. چی؟ این بیاد خونه ما؟ من الان اینجا رو با آتیش میکشم که همه از بین بریم و این مصیبت دامنگیرمون نشه. لا اله الا الله، میذارم تو سر خودمو. بابا جون ما اینا رو میبریم خونه، پسر دوما که باهاش زندگی کنه ازش زده میشه و طلاقش میده. اگه طلاقش نداد چی؟ کاری میکنم که بده. با بفرمی. سلام علیکم بابا. سلام. سلام خانم. سلام. بفرمی. گرمش بفرمی. باش کنم. بفرمی. یعنی تو؟ سلام علیکم. چیزی نیست اینجا که باش کنم. برو تو بابا. مچکم. والا بنده اومدم عروستون رو تحویل بدم و مرخص بشم. دختر من مادر نداره دیگه، هر گلی زدیم به سر مبارک خودتون زدیم. خاطرت جمع باشه بابا چون
من آذر رو از جون خودم بیشتر دوست دارم. نمیذارم کوچکترین ناراحتی براش به وجود بیاد. میدونی؟ صبر کن اول من یه مطلبی رو برای بابا روشن کنم، بعد شما تعارف تیکه پاره کن. ببین آقا جون، ما یه کلفت داشتیم چند روز پیش گذاشت دارم. گفت میخوام برم خواننده بشم. من الان دست تنها. دخترای منم دست به سیاه و سفید نمیزنن. اگه اینجا یه وقت غذایی برای شوهرش درست کرد و موضوع به گوش سرکار رسید، نگی دخترم تو خونه شوهرش داره کلفتی میکنه ها. چی داری میگی مادر؟ نه خانم جون، این حرفا کدومه؟ دخترم اصلا کدبانویی رو دوست داره. اصلا کلفتی تو خونه چجوری شما؟ خیلی خوب، حالا شد یه چیزی. امیر جون، زن تو ببر اتاقا رو نشونش بده. هر چند تاشو خواست کلیداشو بده پیش خودش باشه. برو ببینم. بره. قربونت برم بابا جون. نه من قربونت برم دختر جون. خدا نکنه. با اجازه. فدات. بریم. برو به سلامه. آی چه ما چقدر به هم میاد. خیلی خوب، بشین یه چیزی بخور برو. والا راستش خانم جون، چون آوردن عروسی خورده هول هولکی شد، بنده فرصت نکردم ترتیب جهادشو بدم. اما قول میدم تا امروز دست قار این کارو بکنم. نه بابا جون، ما تو این محل آبرو داریم، حیثیت داریم. جهاز مهاز رو فراموش کن، بشین یه چیزی بخور و برو. نه خانم جون، مگه عروسم بی جهاز میشه؟ من همین الان باید برم دنبال تهیه جهاز. بشین یه چیزی بخور برو. همونطور که گفتم، ما تو این محل آبرو داریم، حیثیت داریم. ما جهاز نمیخوایم، دنبال شر نگرد. امکان نداره جون، شما جهاز حتما باید درست کنم و بیارم. چون میگم ما احتیاجی به جهاز دخترت نداریم. منم فرمودم امکان نداره. من همین امروز باید جهاز بردارم بیارم اینجا. ببخشید، معذرت میخوام آقا، دست کلید کجا؟ تو میز توالت منه. مرسی. خب چی میگی تو؟ هیچی هیچی، من جهاز باید بیارم. چی بذارم تو چونش که نزد. بابا به زبون خوش میگم، ما جهاز نمیخوایم. بکس ندن، نخواییم نخواییم. بنده مطیعم، شما هم جهاز نمیخواییم، چشم هم نمیاریم. شما نمیگیریم، ما هم نمیاریم. مگه زورکه میشه جهاز بورد؟ نمیاریم جن شما. عجب مردی که کرده، نمیاریم والا. شیطونه میگه بزنم تو مخش که دیگه چی زدن نداریم. نمیاریم بابا، نمیاریم. قربان شما. ولی به هر وقت ایجاده من باید جهاز بیارم، این کارم حتما لازم. دخترم برو ببینم چی کار میکنی. داداش صبح میگفت پیرنش رو امروز میخواد، نمیخوای اتوش کنی؟ چرا؟ اما میترسم غذا ته بگیره. والا نمیدونم چی بگم، هر کاری میل خودته بکن. خیلی خوب، میرم زود اتوش میکنم و میام. آذر جان، اینو ببن به گردن من. بدش من. بسته نمیشه. آره، قزمش خرابه. از روز اول همینجوری بود. آره. از روز اول همینجوری بود. بعد یه روز برم جواهر فروشی بدم قزمشو عوض کنم. خیلی اذیتم میکنه. آره، بده عوضش کنم. عروس تو که آوردیم خونه، سه تا اتاقم که گذاشتیم در اختیار. دیگه واسه چی ناراحتی؟ نه ناراحت نیستم. اصلا با این همه محبتی که درباره ما کردیم، مگه ممکنه واسه ناراحت باشم؟ اگه چیزی هست بگو پسرم، رو درواسی نکن. من و تو که الحمدلله با هم رفیقیم و روابطمونم خیلی نستعلیق نیست که تو رو داش حرفاتو به من بزنی. راستش من نمیخواستم چیزی بگم. الو سلام. سلام، کاری داشتی؟ میخواستم بگم امروز نهار حتما بیا این خونه، هم تو هم امیر. میگه خبریه؟ بله، عروس خانومتون دیگه کدبانوی خونه شده، غذا پخته. دلش میخواد به خصوص امروز تو و شوهرش حتما دست پختشو بخوری. خب ما هم اومدیم. خیلی خوب، خدافظ. یه دستی بشه آزم، بیا برو غذا رو بکش. بله خانم، اومدم همین الان میام.
نه دست پختت بد نیست دختر، غذات خیلی خوشمزه شده. حالا اینو هلهلکی درست کردم وگرنه بهتر از این میشد. چرا هلهلکی؟ آخه یه گربه از پنجره آشپزخونه رد میشد، حیوان یهو بی هوا پاش خورد به پاکت نمک ریخت تو خورش. نکنه گربه های دوپا سر به سرت گذاشته باشه؟ نه آقا، خواهرشوهر هیچ وقت این کارو نمی کنه. حتما کار گربه بوده. غذا که خوشمزه شده باقی شد بلده. خب من باید برم، کاری نداری بابا جون؟ همین حالا میخوای حرکت کنی؟ نه باید برم تو بونگا چند سند ماشین است بگیرم بعد حرکت کنم. مر بابا جون، دست حق به همراهت. یا علی. به سر اومد. خداحافظ شما. خداحافظ. سلام بابا. سلام. تو این وقت روز اینجا چه کار میکنی؟ راستش امروز امیر رفته سر ساختمون، نهار نمیاد خونه. منم دیدم اون نیست، اومدم نهار پیش شما. اومدن تو منو خوشحال میکنه دختر جون. من دلم میخواد تو هر روز پیش ما باشی، اما ازت خواهش میکنم دیگه بدون شوهرت پا تو اینجا نذار. من به خاله بزرگ گفتم میام اینجا، با این حال اگه ناراحتی میتونم برگردم. حالا امروز که گذشت، برای بعدا گفتم. نه بابا میرم. خب لخچرکاتون کجاست؟ بدین با خودم ببرم اونجا بشورم. داداشت که دو سه روز رفته مسافرت، چیزی واسه شستن نداره. منم رختمو خودم میشورم. چرا خودتون بابا؟ میدونی دختر جون، این کار درستی نیست که تو لخچرکای ما رو از اینجا ببری تو اون خونه بشوری. از من بشنو، هیچ وقت گذر دست مادر شوهر و خواهر شوهرت نده. چشم بابا، هر جور شما بگی. آره دخترم، این چیزا ظاهرا بی اهمیته، اما ممکنه یه وقت خدا نکرده باعث پیش آمدی بشه. حالا بریم تو یه چیزی درست خون بخوریم بعد برو بریم. باشه. الو شمایی مادر؟ سلام. سلام امیر جون، از کجا داری تلفن میکنی؟ از چلو کبابی. میخواستم خواهش کنم آذر براننده بفرستیم بیاد چلو کبابی پشت ساختمون. میخوام با اجازتون نهار امروز با آذر بخورم، چون چلو کباب خیلی دوست داره. تو کجا یا اون کجا؟ یعنی چی؟ منظور تو چی مادر؟ تو که صبح میری اونم به یه بهانه میذاره میره بیرون. پس الان خونه نیست؟ نه جونم، معلومم نیست کی بیاد. باشه مادر، متشکرم. بهش نگین که من تلفن کردم. خداحافظ. برو شام تو بخور دختر جون، ممکنه امشب امیر خیلی دیر بیاد خونه. مهم نیست آقا، منتظر میمونم تا بیاد. میل خودته، هر جوری دوست داری. میدونی آذر جون، ما خواهرشوهرها بی خودی بدنام شدیم. همه عروسا خیال میکنن که خواهرشوهرها دشمنشونن، در حالی که اینطور نیست. خواهرشوهر و زنداداشون از جون خودشونم بیشتر دوست دارن. بله همینطوره. حالا منظور راستش ما دلمون خیلی به حالت میسوزه آذر، چون تو و امیر فعلا تو ماه عسلین، اما ساعت 11 شب هنوز شوهرت نیومده خونه. خوب این خودش میرسونه که داداش ما علاقه ای بهت نداره، یا تو همین یه ماه ازت سیر شده. بنابراین صلاح تو در اینه که فردا بری دادگاه حمایت خانواده تقاضای طلاق بکنی. فکر میکنی دادگاه تقاضای منو قبول میکنه؟ البته که قبول میکنه، اصلا دادگاه حمایت خانواده واسه همین کاراست. ببین آذر جون، تو الان جوونی، زیبایی، زن خونه ای، دستپختت خوبه، کدبانوی، میتونی به تنهایی یه خونه رو اداره کنی. بنابراین خیلی زود برات شوهر پیدا میشه، اما چند وقت دیگه که سنی ازت بگذره دیگه کسی نمیاد سراغت. پس تا زوده طلاق بگیر و برو دنبال یه زندگی جدید. داداش ما واسه تو شوهر بشون نیست جونه. میدونی این دخترها، من این زنی که شما فکر میکنین نیست. گوش کنین، زندگی من با زندگی شما خیلی فرق داره. من توی خانواده امول و پایین شهری بزرگ شدم،
تو خانواده ما اعتقاد بر اینه که دختر باید با چادر سیاه بره خونه شوهر و با کفن سفید از اون خونه بیاد بیرون. بنابراین من نمیتونم نظر شما رو تامین کنم. ما خواستیم معزن لیلا تو رو راهنمایی کرده باشیم، حالا دیگه با خودتی، هر کاری دلت میخواد بکن. اما اینم بدون که چاره کار طلاقه، میفهمی؟ طلاق طلاق. تو هم امیر جون، چرا جواب نمیدی؟ مامان جون، پاشو بریم تماشا کنیم، پاشو. امیر اومده؟ آره، آذر بهش سلام کرد، جوابشو نداد. سرشو انداخت پایین، رفت بالا، آذرم دنبالش. خیلی خب، باید بریم بالا ببینیم چی کار میکنن. بیاین. حرف بزن امیر، این سکوت تو منو میکشه. میخوام بدونم چه گناهی از من سرزده که داری اینجور عذابم میدی؟ یعنی همون جور که خواهرات میگن به همین زودی از من سیر شدی که این وقت شب میای خونه با جواب سلام منم نمیدی؟ خب اگه اینطوری رو کراس به هم بگو که هم خودت هم منو عذاب ندی. ببین چی میگم عزیزم، من نمیخوام تو حس کنی که با اومدن من به این خونه آزادی تو از دست دادی، اما اینو فراموش نکن که تو اگه یه شب یه ساعت دیر بیای خونه، بهونه‌ای میفته دست خواهرات که سر به سر من بذارن. من قصد بدگویی از خواهر شوهرها رو ندارم، اما دلم میخواست امشب خونه بودی و میدیدی چه سرکفتایی به این میزدن. خب پروازه، اگه تو به من عزت بذاری، مادر شوهرها با خواهر شوهرها هم بهم عزت میذارن، اما اگه یه بی‌حرمتی کوچیکی نسبت به من بکنی، اونا این بی‌حرمتی رو درباره من به حد اعلا میرسونن. منظور از این حرفا چیه؟ میخوای خودتو تبرئه کنی؟ من چه گناهی کردم که بخوام خودم رو تبرئه کنم؟ چه گناهی بالاتر از این که وقتی من صبح میرم بیرون تو هم میذاری میری دنبال یللی تللی؟ اگه منظورت امروزه، من رفته بودم رخت چرکای بابامو بیارم اینجا بشورم که اونم قبول نکرد. تازه من به خانم بزرگ گفتم کجا میرم. گفتن به خانم بزرگ چیزی رو عوض نمیکنه. تو امروز در غیاب من پاتو تو خونه گذاشتی که یه آدم قولتشن که ادعا داره برادرته اونجا انتظار تو رو میکشیده. یه آدم قولتشن. به خداوندی خدا، تو درباره اون اشتباه میکنی. درسته که ما برادر خواهر واقعی نیستیم، اما به اون امامی که پارسال خود محمود ما رو برد به پابوسش، اون به من به چشه یه خواهر واقعی نگاه میکنه، درست مثل خواهر برادری که از پستون یه مادر شیر خورده باشم. توزه از همه اینا گذشته، اون الان 4 روز رفته مسافرت. چی؟ یعنی محمود الان تهران نیست؟ نه خدا شاهده، میتونی از بابام از بونگایی که توش کار میکنه بپرسی. من اینو نمیدونستم، باور کن نمیدونستم. ببینم آذر، اگه من ازت بخوام که دیگه تنها تو اون خونه نری، میتونی قبول کنی؟ چرا نمیتونم عزیزم؟ اصلا بابام امروز بهم گفت اگه این دفعه بدون شوهرت بخوای بیای تو این خونه رات نمیدم. باشه دیگه نمیدم. آره عزیزم، سعی کن هیچ وقت ازت دست خواهرای من نگیری. باشه باشه. خب آقا، حالا میتونیم بفرمایین تو. تبریک عرض میکنم، شما به زودی صاحب بچه میشین. جدی میگین دکتر؟ بله، الان حدود 1 ماهه که خانم حامله هستن. واقعا که خبر خوشحال کننده ای بود دکتر. خب بگی ببینم چه چیزایی میتونه بخوره چه چیزایی نمیتونه بخوره. همه چیز میتونه بخوره جز حق ویزیت بنده. تشریف بیارین. ممنون. بریم عزیزم، بریم. نازتا برم.
سلام مادر. سلام. سلام مشته سلام. مشته سلام. تو به زودی صاحب نوه میشی. مادر بزرگ میشی. مادر اما انگار از این خبر خوشحال نشدی. آخه اینجور چیزا قبل از اینکه آدمو خوشحال بکنه ذوق زده میکنه. مثلا ما الان انقدر ذوق زده شدیم که نمیدونیم چی بگیم داداش جون. نگفتم خواهرام وقتی بفهمن از ذوق میترکن منفجر میشن. حالا از کجا اینقدر مطمئن شدی امیر خان؟ آخه بردمش دکتر مادر جان. این مجدر دکتر به هم داد. واسه همین کار برده بودیش دکتر؟ آره. آخه آذر میگفت گوشتو بیار جلاد گوشتو بیار. دیشب میگفت یه ماه و پنج روز عقب انداخته. میفهمی یه ماه و پنج روز؟ خوابه مال من پنج ماه عقب میافتد. به بابات نمیگفتم منو ببر دکتر. من خستم میرم تو اتاق. وایسا منم اومدم با اجازه شما. آخه عزیزم بچه‌مون هنوز خیلی چیزا کم داره. دست میخواد، پا میخواد، گوش و حلق و بینی میخواد. دیگه واسهت بگم بهتر میتونی چی بگم؟ مامان جون پاشو الان وقتی گرده همه. پاشو باشو. بابا سلام. بابا سلام. سلام خوشگلای من. شما چطور تا این وقت شب بیدار موندین ناگهان؟ داشتیم تلویزیون تماشا میکردیم. خوش گذشت بابا جون. جای همتون خالی بد نبود. مادرتون کجا؟ تو اتاق خوابی. آه پس منم برم بخوابم که خیلی خستم. شبتون بخیر. سلام. ببینم عزیزم مطمئنی که امشب حالت خوبه؟ چرا قمیش میای واسه من؟ جواب حرفمو بده. ناراحت نشو عزیز دلم. امروز عروس خانمتون رفته بود دکتر. دکترم بهش گفته که آبستنه. بچه ها وقتی این حرفو شنفتن از من خواستن که منم بله. یعنی تو هم آبستن بشی؟ آره فجات بشم. خلاصه دخترها دلشو میخواد ما امشب یه تکونی بخوریم. من فکر میکنم که تنها کار بچه ها نیست. تو خودت هم مرمورت میشه. بلا. به هر حال اگه فقط حساب گوش وایستدن بچه ها رو میکنی بیخیالش. من الان ترتیب این کار خودم میدم. چجوری؟ کارت نباشه تو فقط وایسا و تماشا کن. خیلی خب تو برو رو تخت لباسات هم در بیار تا من بیام علکی. عزیزم تو با این آرایشی که امشب کردی خیلی عوض شدی. یعنی در واقع زیباتر شدی و این زیبایی تو منو به یاد جوانیت میندازه که مثل یه ونوس خوشتر آشوزی. نکنم چی؟ شاعر میگه عشق باید با درد میونی کنه تا آدم ساز جوانی کنه. ولی سوای عشق یه چیز دیگه هم باید با درد میونی بکنه. اونم با درد میونی میکنه. ناراحت نباش. خلاصه امشب عشق با درد میونی کرده و من با تمام وجودم دارم احساس جوانی میکنم. عزیزم اون پتو رو بزن عقب. ما پتو میخواییم چیکار؟ ما امشب به این چیزا احتیاجی نداریم عزیز دلم. من در کنار تو دارم احساس حرارت میکنم. اصلا دارم از گرما خفه میشم. یه جلو در فتا چه بایدش کار در بیان. این جلو گربونه برم. این جلو گربونه اون شکل باید برم. هنچین فکر کن که الان 27 سال پیشه و ما تازه با هم عروسی کردیم. آفرین حالا درست شد. بده من لباف جون پدر جان. میبینی عزیزم فلورسنت، چراغ خواب، کمد، آینه، تخت خواب همین جوری همه به ما خیره شدن. مثل این که داره به ما حسودیشون میشه. چطوره؟ مگر به شهر شما جنون عاشقی هم تماشا دارن؟ مرد کتا میاد. چجوری تو برای چه چشکه نمیدید گوشاش هم الحمدلله کر شده. هر شب همیشه دستش ماشی کنه بر شما بچه. چه عطری زدی امشب. آره درسته که این عطر رو همینجا همینجا پر میکنن و به اسم عطر فرانسوی خلق الله میپوشن. اما انصافا گندش آدم رو مسحور میکنه.
معلوم نیست ددت هست یا عطه سامق دو فقیه جون. ای چه خبر بابا؟ ای پیس پیس در آوردی؟ میخوام سر دختران شیره بمالم. آخه دخترها خودشون اینجان. اینو میگه دخترها خودشون اینجان. چقدر ساده است بنده خدا. بابا ببینم شما اینجا چیکار میکنید؟ من نمیدیم ما لختیم. شما الان باید پشت اون در باشی. یالا زود باشی بیرون. بیرون. نمیتونم. بچه ها یکی تو روب دوشم منو بیاری. آهای با شما آذر. آذر بچه ها خوابن، روب دوشم منو بیار. زود باش. چشم خانم همین الان. آذر بیا ببینم سینه ریز من اینجا بود چی شد؟ مگه سر جوش نبود؟ ده اگه بود که صدات نمی کردم. والا نمیدونم، چند دقیقه پیش همینجا بود. من ورش داشتم زیرش رو تمیز کردم، دوباره گذاشتم سر جوش. این که وضعش نمیشه. آدم تو خونه خودش هم تأمین نداشته باشه. چیه؟ چی شده مادر صبح اول صبحی؟ آخه چه خبرتونه؟ چی بگم والا، از خانم عزیزت بپرس. چی شده آذر؟ والا نمیدونم، سینه ریز خانم اینجا بود یهو غیبی زد. شما چی میخواین بگی مادر؟ یعنی میخواین بگی این برداشته؟ خیر، میخوام بگم دخترای خودم برداشتن. حالا چرا داری گوشه کنایه میزنی مادر؟ ده آخه دخترای من که نمیان سینه ریز منو بدزدن. راننده بیچارم که هنوز نیومده بابا تو ببره. دیگه کی هست تو این خونه که سینه ریز منو برداشته باشه؟ ببین مادر، تا حالا هر بلایی سر این آوردین تحمل کردم و هیچی نگفتم، اما تهمت دزدی رو دیگه نمیتونم تحمل کنم. خیلی خب تحمل نکن، انگار نوبر زن آورده. هیچ ناراحت نباش آذر جان، من به تو قول میدم به هر ترتیبی که شده امروز تا فردا خونه گیر بیاریم و از اینا ثواب بشیم. عزیزم من اتاق مبله برات گرفتم که دیگه زحمت اساس چیدن نداشته باشی. راستش تا اینجا رو به سلیقه خودم درست نکنم به دلم نمیچسبه. آخه فکر بچه‌مونم بکن، هرچی تو به خودت فشار بیاری اون ناراحت‌تر میشه. نه بابا اینجورا نیست، تو از حالا داری لوس بارش میاری. خب دیگه من میرم، کاری نداری از تو. نه عزیزم شب زود بیا خونه. چش خداحافظ. به سلامت. رفتم اون خونه، خانم بزرگ گفتن شما از اونجا رفتی، بعدش هم نشونی این خیابونو بهم دادن، البته با یه دنیا فیس و افاده. راستش داداش اونجا بهم خیلی سخت میگذشت. این بود که یکی دو روز پیش یه خونه دربست گرفتیم، اومدیم برای خودمون سوا زندگی کنیم. خوب کاری کردی. بقیده من شوهرت باز هم روز اول این کارو میکرد. ببینم الان خونه نه هست. همین چند دقیقه پیش رفت بیرون. خب بگو ببینم کی از مسافرت برگشتی؟ دیروز. حالا چرا اینجا وایسادی؟ بریم تو هم خونه ما رو ببین، هم یه گلوی تازه کن. نه این کارو میذاریم واسه یه روزی که شوهرت هم خونه باشه. من امروز برای این اومدم اینجا که یه مطلبی رو با در میون بذارم. چه مطلبی رو؟ والا حقیقت قضیه اینه که الان مدتی خواهر شوهرت ملیحه با صاحب بنگای ما رابطه داره. حتی من چند دفعه اونا رو با هم دیدم که میرفتن این و اون و حالا صاحب بنگای ما داره میره آلمان
برم دیگه بر نمیگرده. برادرش کردن آلمانه میاد جاش. میخواستم تو بری یه سر گوشی آب بدی ببینی وضع دختره چه رقمیه. نکنه یه وقت خدای نکرده کاری دست خودش داده باشه. چون اگه خدای نکرده حدس من درست باشه، با رفتن صاحب بونگا مریه بدبخت میشه. آره داداش حق با توی، خوب کردی اومدی این خبر رو بهم دادی، وگرنه فردا من و تو هم بدنوم میشدیم. مخصوصا من بیچاره، میگفتن عروسمون دلش میخواسته که خواهر شوهرش بدبخت بشه. الان میرم موضوع رو از خودش میپرسم. اتفاقا داشتم میرفتم اونجا چون سینریز خانم بزرگ پیش من مونده بود، میخواستم برم بهش بدم. سوار شو بریم برسونمت. بریم. سلام خانم. سلام. از خونه جدیدت راضی هستی؟ از اینجا بهتره؟ البته به پای اینجا که نمیرسه، اما من توش راحت ترم. آها. خب راستی بفرمایین، اینم سینریزتون تو ساک من بود. ما که همون روز اول گفتیم تو ساک توه، تو شوهرت زیر بار نمیرفتیم. اما خدا میدونه که من ور نداشته بودم خانم. نمیدونم چطور شد امروز از تو ساک من سر در آورد. حالا بیا بشین، چه سر پا وایسیدی؟ مرسی، اومدم یه چیزی از ملیه خانم بپرسم و برم. ملیه تو اتاقشه، میتونی بری اونجا. متشکرم، با اجازه. تو مثل اینکه قرار بود با بابام تماس بگیری، ولی این کارو نکردی. از کجا میدونی این کارو نکردم؟ اگه تماس میگرفتی، حتما بابام یه چیزی به مامانم میگفت. به هر حال، فردا پنجشنبه است. بابا مینا تو خونه منتظر میمونن تا تو بیاد. خب بایدم باشم، چون قرار ما این بود. عزیزم اگه نیای میدونی اینجا چه رسوایی بار میاد. من از نظر علاقه ای که تو این مدت کوتاه به تو پیدا کردم، اومدم خودم رو در اختیار تو گذاشتم. و حالا اگه بخوای قولی رو که بهم دادی فراموش کنی، من چاره جز خودکشی ندارم. اگرم خودم این کارو نکنم، برادرم منو میکشه. خلاصه بهت بگم سرنوشت خانواده ما در حال حاضر به دست توئه. اگه خدا نکرده یه فکر نادرست به سرت بزنه، خانواده ما متلاشی میشه. منم سیامک خان مامو، وا کنید. بیا تو. سلام. من انتظار داشتم تو فرودگاه ببینمت. البته تنها، نه با آذر خانم. ولی خب اشکالی نداره. بفرمایید تو. حالا که اومدین اینجا میتونین یه گلوی تازه کنین. بفرمایید. بفرمایید. چون یه ساعتی مونده به پرواز هواپیمام. یه چند دقیقه وقت دارم خدمتتون باشم. خب چرا وایسادی؟ بفرمایید بشینید. نه متشکرم. ما اومدیم اگه بتونیم جلوی مسافرت شما رو بگیریم. چرا؟ مگه چی شده؟ خودتون رو به اون راه نزنین سیامک خان. شما یه دختری رو بدبخت کردین و دارین همینجوری برش میکنین و میرین؟ خدا رو خوش میاد با آبروی یه خانواده بازی کنین؟ کی به شما گفته که من بدبختش کردم؟ نیم ساعت پیش که ملیحه تلفنی با شما صحبت میکرد، من همه ی حرفاشو شنیدم. کتمان کردن شما فایده نداره. خب حالا که همه چیزو میدونین، بهتره که یه چیزی رم به اطلاع شما برسونم. راستش من آدمی نیستم که بتونم تو زندگی مسئولیتی قبول کنم. البته هیپی نیستم، اما
از زن گرفتن و بچه درست کردنم اصلا خوشم نمیاد. شما باید این فکر رو روز اول میکردین، نه حالا. بله، اگه نمیخواستی زن بگیری چرا دختر بیچاره رو آلوده خودت کردی؟ چرا اون بلا رو سرش آوردی؟ محمود جون، تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ عشقای حالا که پر و پایه‌ای نداره. بهت قول میدم من که رفتم یه هفته بعدش فراموشم کنه. تو دامن دختره رو لکه‌دار کردی، چطور ممکنه فراموشت کنه؟ من که فریبش ندادم مرد حسابی. هر اتفاقی بین ما افتاده خودش خواسته. اینا درست، ولی اونم به امید اینکه شما عقدش میکنین خودشو در اختیار شما گذاشته. فرار کردن شما دور از وجدانه. بالاخره یه خداییم اون بالا هست. راضی نشین دختری که هزاران امید و آرزو داره از ترس آبروش خودشو سر به نیست کنه. این دور از مردی و مردونگیه که در یه همچین موقعیتی اون دختر رو تنهاش بذارین. گوش کنی خانم، من همه کارامو کردم، مالم میرم فرودگاه که سوارشمو برم. متاسفانه دیگه نمیتونم کاری بکنم. شما مهمونین، به من وارد شدین، میفرمایین نیم ساعت به خاطر شما میشینم. در غیر این صورت اجازه بدیم من برم. فایده ای نداره آبجی، بریم. خدا حافظ. میبخشید که مزاحم شدیم. خوش آمد. بریم آبجی. واقعا که عجب دور زمانی شده، چه مردمانی پیدا میشن. اگه میخوای عقده دلتو خالی کنی سر من خالی کن. هر بلایی که دلت میخواد سر من بیار. بدبخت، تو خیلی حقیرتر از اونی که من دست رو تو بلند کنم. فقط بهت اختار میکنم که دیگه حق نداری پاتو تو خونه من بذاری. میری پیش داداش جونت تا دادگاه برات اختاریه بفرسته. معذرت میخوام داداشو، من چون دیدم تو نمیخواد قضیه رو براش روشن کنی نه حرفی به این زدم نه دست روش بلند کردم، اگر نه حسابی از خجالتش در میومدم. متشکرم داداش، تو همیشه به من محبت داشتی. چیزی نیست با بریم آبجو. قربون، حرف ما دروغ که نبود. نه متشکرم حسین، وظیفه شناسی تو باعث شد که یه لکه ننگ از دومن خانواده ما برداشته بشه. پس به امید خدا طلاقش میدی؟ آره، بهش گفتم دیگه حق نداره پاشو بذاره تو خونه تا دادگاه تکلیفش روشن کنه. بله، خیال خودتون راحت کردیم. من از روی تو شرمنده هم داداش، اما اگه حقیقتو به شوهرم میگفتم اون هم خواهرش رو سربنیست میکرد هم خودشو. خب حالا که نگفتی خودت داری سربنیست میشی، اونم به خاطر یه دختر هرزه. اون هرزه نیست داداش، فریب خورده. خیر، عجب خواستگار بیخیالی، هیچ عجله‌ای برای اومدن نداره. مثلا قرار بود ساعت 2 اینجا باشه. معذرت میخوام، مستقیم تشریف میبریم فرودگاه یا چای دیگه هم میری؟ نه، مستقیم برو فرودگاه.
به کارا دست خودتو میبوسه. آخه یه مرد بالاخره باید تو اتاق باشه یا نه؟ من امروز حال و حوصله این حرفا رو ندارم. اگه واسه آذر حال و حوصله نداری، اون که داره کارش تموم میشه. کجا کارش تموم میشه؟ ما در دل خوشی داری یا؟ تو که میگفتی فردا میخوای بری دادگاه حمایت خانواده طلاقش بدی؟ بله میخوام برم، اما خم رنگرزی که نیست. آخه چی بهت بگم؟ ما که روز اولم بهت گفتیم این زن لقمه تو نیست، گوش به حرف ما ندادی تا کارو به اینجا رسوندی. مامان جون بیا. سلام. سلام سلام، خوش اومدین. سلام. شرف فرمودین. بفرمایید، خواهش می‌کنم. من خیلی عذر میخوام که یک ساعتی دیر کردم. البته باعثش هم من شدم، چون قرار بود دیروز بیام تهران، ولی 24 ساعت پروازمو عقب انداختن. خارج تشریف داشتم. بله، آلمان بودم. آقامونم تا یه رو به پیش خونه بودن، یه کار فوری داشت، رفت به کارش برسه. اما طوری نیست، الان تلفن میکنم بیاد. شما به جای آقاتون تلفن کنین برادر ملیه خانم بیان، من میخوام با ایشون صحبت کنم. امیر خونه است. شاهین جون برو به داداش بگو بیاد. چش. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. مرسی. پسرم یه خورده ناراحتی داره، میگفت میخواد تو خودش باشه. اتفاقا منم میخوام قبل از خواستگاری راجع به همون ناراحتی با ایشون صحبت کنم. خواهش میکنم. سلام. 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 حال شما چطوره؟ قربون شما. عقبیه بنده. خیلی خوشبخت. سلام، حالتون چطوره؟ اون عقبی که ذکر خیرشون بله بود ایشون. بله بله، خودشون هستن. خواهش میکنم، بفرمایید. بفرمایید. خب، بفرمایید. من حال البته سوء تفاهم درباره اینکه اونا تو خونه من چیکار میکردن. درست زدم؟ برای همینطوره. در زمینم بگم که من نمیدونستم اونجا خونه شماست. ولی هنوز منظورتون رو درست نفهمیدم. اجازه بدیم باقی شو من بگم. بین اخوی بنده و همشیره سرکار چجوری بگم، اتفاقی افتاده بود که اگه ما نمی اومدیم خواستگاری، خدای نکرده کار به جاهای باریک میکشید. باید خدمتتون عرض کنم که تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم، خانم شما رفته بود خونه ایشون که جلوی این فاجعه احتمالی رو بگیره. بنابراین شما یه زن رو از دست ندادین، بلکه یه جواهر رو از دست دادین. امیر تو خونه رانندش خودکشی کرده، من رفتم اینجا. من حاضرم. ماشین اونجا. خدا کنه که این به موقع برسه. میره. بفرم. آبچی، کجا داری میری؟ باتم آزد، کجا داری میری؟ بفرمی. پس کوش، امیر کجاست؟ امیر رو بیاره به تو خودمون باشیم. اتفاقا بابا و ننم هم خونه نیستن. راحت راحتی، تمام اون حرف هم دروغ دروغ بود. بیبیشه اینا مستجرای این خونه هم. از خودمون هم هیچ ناراحت نباش. بیبیشه نه تایی تره Come on.
من از جریان اون روز از هر دوتون معذرت میخوام. راستش یه سوء تفاهمی برام شده بود، اما امروز صاحب بنگاتون اومد خونه ما خواستگاری، همه چیزو برام روشن کرد. من بلافاصله رفتم خونه که برات دارم ببرم سر خونه زندگی. بابات نامتو به هم نشون داد و فهمیدم که این چه. خب موضوع خودکشی من چی بود؟ اینو دیگه باز از رانندتون بپرسین. همینقدر بهت بگم، اگه من به موقع نرسیده بودم و تعقیبشون نمی‌کردم، معلوم نبود چه وضعی پیش می اومد. خب حالا راننده کجاست؟ فکر می‌کنم فرار کرده باشه. پیداش می‌کنم. بیا بریم عزیزم. بیا. خب ما اومدیم عروس خوشگلمون رو ببریم خونه. اما قبل از اینکه راه بیفتیم دخترم میخواد چند کلمه باهات حرف بزنه. وقتی امیر بهم گفت سیامک خان از کارش پشیمون شده اومده خواستگاری، خدا میدونه چقدر خوشحال شدم. من به تو خیلی بد کردم مازر جون، اما تو در عوض به من محبت کردی. من از حالا به بعد دیگه زندگی خودم رو مدیون تو میدونم، چون تو بودی که سیامک رو بهم برگردوندی. ما بهت قول میدیم از این به بعد برای تو مثل یه خواهر باشیم، یه خواهر خوب و مهربون. خب بابا جون، ما عروسمونو با خودمون میبریم، اما این دفعه دیگه برای جشن عروسی میگیریم، یه جشن خوشگل حسابی. مردم هم هرچی دلشون میخواد بگن، دیگه گوش ما به این حرفا بدهکار نیست. سلام امیر خان. سلام. چه عجب از این ورا. موسه خونه است؟ نه خیر، چند روزه رفته مسافره. خیر، خب من یه سری به آقا شدم. خونه نیست امیر خان، حرف منو قبول نداری؟ برای ناموس مردم به سرت نزنم. برای خدا مرگا بده بیرش. امیر خان به خدا اشتباه میکنی، اشتباه میکنی. چی رو اشتباه میکنم؟ ایزان من گول زده و برده اینجا که برا سرش بره. ناکس بابا ولش کن، داری میکنی چی که میکشمش؟ کسی که نظر بد به ناموس مردم داشته باشه آیدم ببینه. سب کن امیر خان، قضیه ناموسی نبود، چیز دیگه ای بود. جز موضوع ناموسی چه موضوعی میتونه باشه؟ بابا موضوع 5 میلیون تومان پوله. منظورت چیه؟ چه میدونم بابا، بابا موضوع اداره سرپرستی رو بهش بگو. مادر، هنوز شام نداری؟ نه، منتظر تو بودیم. کجا رفته بودی دل با پس شدی؟ راستش، یه کار مهمی داشتم، رفتم انجامش دادم. در ذهن به یه موضوع مهمی هم چه موضوعی؟ والا آذر 5 میلیون تومان پول تو اداره سرپرستی داره که خودش هم نمیدونه. حالا نمیدونم چی کار کنم، موضوع رو همین الان بهش بگم یا بذارم برای یه وقت دیگه. به عقیده من وقتش همین حالاست، اما اگه یهو بهش بگی تو 5 میلیون تومان پول داری، ممکنه خدایی نکرده پچ بیفتی. آره راست. خب حالا میگی چی کار کنم؟ اجازه بدیم من به جای شما موضوع رو بهش میگم، البته با سیاست خودم ها. به بعد خیلی خوب باشه، شما بگی. آذر جون پاش بیایدم. بله بابا پاش بیا. اصلا همه تون بیان، همه تون اینجا یه چیزی میخوام براتون بگم. بیا میبینی درست کشن تو آز کن بیبین بابا جون چی میخواد بده. باشه. موضوع چیه دخترم؟ ببینم اگه الان تو همین جشن یکی بهت بگه 1 میلیون پول بهت رسیده چیکار می‌کنی؟ چیکار می‌کنی؟ همه رو می‌بخشم به جزامیا. خوری کردم. اگه بگن 2 میلیون بهت رسیده چیکار می‌کنی؟ نصفشو میدم به جزامیا، نصفشو میدم به خانواده‌های بی‌سرپرست. خب اگه بگن 3 میلیون پولدار شدی چیکار می‌کنی؟ 3 میلیون، 2 میلیونشو همونجور که گفتم خرج میکنم، 1 میلیون تومنشم میدم به یتیم خونه ها. نفهمیدم، پس خودت چی؟
من اینو دارم. خب حالا اگه بگن 5,000,000 تومان پول تو اداره سرپرستی داری چیکار می‌کنی؟ اول از همه 1,000,000شو میدم به تو. چی؟ تو به من؟ آره؟ 1,000,000 به من؟ من؟ مامودی بگی. بابا جون چی شده؟ چی شده بابا جون؟ حالت خوب نیست؟ حالت خوب نیست بابا جون؟ اگه آذر راست گفته باشه آره، و الا حالم خراب.